روز سه‌شنبه نخست وزیر یونان آخرین تلاش‌های خود را برای جلب موافقت اعتبار دهندگان به کشور در کنفرانس سران منطقه یورو به کار گرفت. صدر اعظم آلمان هشدار داده است که زمان دستیابی به توافق نه به چند هفته بلکه به چند روز محدود است. واقعیت این است که اروپا باید همبستگی گسترده تر و در سطح ملی یونان باید مسئولیت بیشتر نشان بدهند. به عبارت دیگر تلاش ها باید دو جانبه باشند. بدون همبستگی و بدون اصلاحات راهی در پیش نیست. در این میان فرانسه موضع ملایم و معتدل خود را حفظ کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در بدو ورود به کنفرانس گفت: امیدوارم در کنفرانس امروز روح مسئولیت برقرار باشد، زیرا این مسئله اروپاست که در همه در آن شریکند. امیدوارم روح همبستگی هم برای تفوق بر مشکلات وجود داشته باشد و سرانجام سرعت عمل، زیرا به آن نیازمندیم. در این میان گفته می شود هیئت مذاکراتی یونان در اجلاس وزرای دارایی منطقه یورو در اوایل بعد از ظهر سه‌شنبه در بروکسل هیچ گونه پیشنهادی ارائه نکرد. در حالی که بانک‌های یونان به ورشکستگی نزدیک می شوند و کشور باید تا 20 ماه جاری مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون یورو به بانک مرکزی اروپا بپردازد، آقای سیپراس باید برای جلوگیری از خروج اجباری یونان از منطقه یورو سریعاً اقدام کند. Euronews, Brussels.